رباتی که بهت معرفی میکنم 10 تا اسم بهت میده و تو میتونی هر اسم رو 50 سنت بفروشی، یعنی کل اون 10 تا اسم رو روی هم 5 دلار میتونی بفروشی و خیلی ساده پولت رو برداشت بزنی. فقط آخر ویدیو رو همراه من تماشا کن. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. اسم من مانیه و توی این ویدیو میخوام بهتون یه روش یاد بدم که یک ربات برای شما چند تا اسم انتخاب میکنه و شما اون اسمها رو میتونید خیلی ساده بفروشید و از قبلشون پول در بیارید بچه‌ها، بدون نیاز به بلد بودن زبان انگلیسی، بدون نیاز به داشتن تجربه و هیچ چیز دیگه. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایبتون نره، جایی از ویدیو هم مشکل خورید تو کامنت ها بپرسید ازم بچه‌ها. سایتی که امروز باش کار داریم سایت سو کلرکس هست و یک سایت دیگه بچه‌ها. لینک دوتا سایت رو همین الان تو کانال تلگرام گذاشتم، حتما جوین بشید بچه‌ها و از لینک ها استفاده بکنید. قرعه کشی 2 میلیون تومانی مون هم از الان استارتش خورده بچه‌ها، چون 4000 نفری شدیم و فقط نیازه که کانال تلگرام رو داشته باشید که توی قرعه کشی شرکت داده باشید بچه‌ها. خب کاری که امروز می‌خوایم بکنیم بچه‌ها فروختن اسم‌ها هستش، بدون اینکه شما اصلا نیاز باشه تجربه‌ای داشته باشید، کار خاصی انجام بدید، زبان بلد باشید، بدون هیچ چیز خاصی. تنها کاری که نیازه بکنید اینه که از پیج تلگرام من وارد لینکی که براتون گذاشتم بشید و توی این سایت بیاید. توی سایت که اومدید، این یک سایت فریلنسری هستش به نام سو کلرک که مطمئناً قدیمی‌های چنل خیلی بیشتر می‌شناسن، اما افرادی که تازه اومدن ممکنه کمتر آشنایی داشته باشن. توی این قسمت شما کافیه سرچ بکنید بیزینس نیم. وقتی که بیزینس نیم رو سرچ بکنید، برای شما انواع و اقسام پست ها راجع به بیزینس نیم میاد که افراد مختلفی میان و در واقع اینها رو میفروشن. همونطور که ببینید این قسمت برام مثلا اولیش اومده که 5 دلار قیمت هر پروژش هستش و 54 نفر تا الان سفارش کار دادن، یعنی تقریبا یه چیزی حدود 260 دلار تا الان 270 دلار تا حالا از این متد پول درآورده که حدود 12 میلیون تومان میشه. پایین تر که بریم دوباره میبینیم 4 نفر 6 نفر 57 نفر، همطوری پایین که بریم دوباره 4 نفر، میبینیم که سفارش های کار هم زیاد هستش و کم نیستش، یعنی شما خیلی ساده میتونید که از این راه پول به دست بیارید بچه ها. حالا بیزینس نیم چیه؟ یه سری افراد بچه ها میان یک کسب و کاری رو شروع میکنن، اما برای اون کسب و کار نمیتونن اسم انتخاب کنن، یعنی حالا نمیدونه که اسم قشنگش چیه، اسمی که بهش بیاد چیه، و شما میایید این اسم ها رو برای این افراد طراحی میکنید و بهشون میفروشید. اول از همه بهتون بگم برای اینکه این اسما رو بخواید طراحی کنید هیچ کاری نداره، شما فقط کافیه که لینک دوم که تو کانال تلگرام براتون گذاشتم رو کلیک بکنید که توی این سایت میاد. این سایت اسمش نیم لیکسه و یک ربات هستش که برای همین کار اصلا طراحی شده و شما خیلی ساده با استفاده از این ربات میتونید انواع و اقسام اسمهای مختلف رو بسازید بچه ها. به طور مثال اینجا ببینید اصلا نوشته بیزینس نیم جنریتور، اینجا یه دونه کیوردز وارد میکنید، یه کلمه کلیدی. به طور مثال کسب و کار اون فرد مربوط به سلمونیه، یه آرایشگاه. ما باربر رو که به معنی مثلا یه حالت همون سلمونی یا چیزی میشه، یه دونه باربر رو اینجا کلیک میکنیم یا مثلا یه دونه باربر شاپ رو اینجا میزنیم که میشه همون سلمونی به زبان فارسی. باربر شاپ رو میزنیم و اینجا گزینه جنریت رو کلیک میکنیم بچه ها. شما وقتی که کلیک بکنید یکم طول میکشه که جنریت بکنه، پردازش بکنه و اینجا برای شما یه چیزی میاره، میگه آقا نیم استایل رو، اون مدل کلمه و مدل اسم رو به من بگو چه جوری باشه، میخوای مثلا مثل گوگل و رولکس باشه یا حالت برندینا می باشه، یه شورت مثلا یه در واقع کلمه مخفف شده باشه، نمیدونم مثلا یه حالت دیگه ای باشه، هر حالتی که میخواید باشه رو وارد میکنه که من گزینه اوتو رو میذارم که تمام مدل ها رو برای ما بیاره. یه دونه بخش رندومنس داره که میگه آقا چقدر رندوم باشه، خیلی مربوط به سلمونی باشه یا مثلا نه یکم خلاقیت هم وارد بکنیم. ما روی گزینه میدیوم میذاریم، یعنی متوسط، و بخش برند اینفو که یه سری اطلاعات میخواد. شما باربرشاپ رو وارد کردید و این قسمت استایل رو میزنید، مثلا استایل رو وارد میکنید که یه چیز مربوطی باشه و برای ما بتونه دقیق تر جنریت بکنه، و بعد از این گزینه جنریت رو کلیک میکنید. برای ما درصدش مشخصه، یه مقدار طول میکشه که بیاد برای ما بسازه، و همونطور که میبینید برای ما کلی اسمهای مختلفی این قسمت ساخته که مربوط به سلمونی و یا همون باربرشاپ هستش و شما خیلی ساده از این اسمای قشنگ میتونید استفاده بکنید و اونها رو بفروشید. اینکه چطوری بفروشید رو الان بهتون میگم.
اما همونطور که ببینید مثلا ترندی کات، نمیدونم اجی باربر، این قسمت کلاسیکات، کلی اسمهای خفن و مختلف داره که حتی اینجا برای شما طراحی هم کرده، یعنی شما اصلا میتونید این رو به عنوان یک لوگو بفروشید بچه‌ها. پس مراحل ما چی شد؟ لینک رو کلیک میکنیم، یه دونه اسم میدیم مربوط به کاری که ازمون میخواد، مثلا یه نفر شاید کارواش داشته باشه، میایید توی اون کلمه کیوردش رو کارواش وارد میکنید، یه نفر شاید ماشین، مربوط به ماشین باشه، مثلا پیج یوتیوب، کیوردش رو کار وارد میکنید به همین سادگی. بعد از اون برای شما جنریت میکنه و به اسما دسترسی پیدا میکنید. حالا اینکه چجوری پروژه بگیرید، چجوری پروژه رو بفروشید، خیلی ساده. توی همون سئو کلرک شما فقط کافیه که از این قسمت گزینه ساین اپ و ساین این داره، با اکانت گوگلتون هم میتونید اکانتتون رو بسازید. خیلی ساده اکانت میسازید، وارد اکانتتون میشید و یک همچین صفحه‌ای برای شما باز میشه. روی گزینه سلر میایید، گزینه سل و سل سرویس رو کلیک میکنید بچه ها. وقتی که سل سرویس رو بزنید برای شما یه دونه صفحه میاد که از این قسمت شما میتونید که در واقع یک پست مثل پست هایی که دیدید بسازید که بتونید سرویستون رو ارائه بدید و بفروشید. خیلی ساده از این قسمت آپشن های مختلفی دارید. اول از همه یه دونه نوشته create a great title، یعنی یه دونه تایتل، یه دونه سرتیتر خیلی خوشگل بساز. ما اینجا مثلا می نویسیم که design and create business name for any بیزینس. مثلا اینجا ما نوشتیم دیزاین کردن و ساخت انواع بیزینس نیم، اسمهای بیزینسی برای هر کاری که شما دارید. این شد تایتل ما. شما یه دونه کاتگوری دارید بچه ها این قسمت که از اینجا این کاتگوری رو میتونید انتخاب بکنید و هر چیزی که مربوط به کار شما هستش رو انتخاب بکنید بچه ها. ببینید مثلا ما توی بخش رایتینگ هستیم، یعنی توی بخش نویسندگی داریم کار انجام میدیم، پس میگردیم و گزینه رایتینگ رو پیدا میکنیم بچه ها. این قسمت لینک بیلدینگ کانتنت اند رایتینگ، خب این قسمت پیدا میکنیم. اجازه بدید ببینیم بیزینس نداره، خب نداره. همین کانتنت اند رایتینگ رو انتخاب میکنیم که مربوط به نویسندگیه و توی قسمت تگز، توی قسمتی که مربوط به تگ ها هستش، اینجا خیلی مهمه بچه ها. تگ هایی که شما وارد میکنید باعث میشه که پستتون بالاتر بیاد و اول نمایش داده بشه و توی صفحه های بعدی نره. پس تگ های بسیار درستی باید وارد بکنید. تگ اول ما بیزینس نیم، بیزینس رو وارد میکنیم، بیزینس نیم رو سر هم وارد میکنیم، نیم، رایتینگ و هر تگی که به نظرتون مربوط. حالا من این چهار تا رو فعلا یادم اومد و این شد صفحه اول. اینکلودد هم که کاری باش نداریم، آره دیگه هیچ کاری نداریم. و این یه دونه قسمت عکس هستش که اینجا عکسی که حالا به نظرتون کارتون رو میرسونه، حالا میتونید مثلا یه دونه از این عکس ها رو، مثلا من بیام این رو دانلود بکنم، بذارید مثلا توی این قسمت من بیام دانلود بکنم که به صورت HTML فایلش دانلود میشه که ما خب نیازی نداریم. این رو مثلا اکثر رو، خود اکس رو دانلود بکنید، یک حالت بذارید ببینم میتونم براتون، نه این وب پیج اصلا نمیشه دانلودش کرد. خب از رو همین مثلا میشه اسکرین شات گرفت، نمیدونم میتونید عکس های دیگه، هر عکسی که به کارتون میاد. حالا من مثلا یکی از تامنیلامو میذارم اینجا، شما قرار میدید این رو و این میشه عکس شما، عکسی که برای پست به شما نمایشش میده. قسمت بعدی قسمت پرایسینگ و بخش قیمت هست که شما با $5 شروع میکنید و قیمتتون رو میذارید $5. یه دونه کویک دلیوری داره که سرعت در واقع تحویل دادن رو بیشتر میکنه. مثلا اگر 10 تا سفارش دارید، کسی که کویک دلیوری رو فعال میکنه میفته نفر اول سفارشات و شما سفارش اون اول تحویل میدید. یه دونه اکسترا سرویس داره که باز همین رو میزنید، قیمت شما مثلا میذارید $9 و اکسترا سرویس رو میذارید create logo for your business. ببینید این قسمت یادتونه که برای ما اسماشون بود و خودش یه لوگوی طراحی کرد. حالا بخش اکسترا، بخش در واقع بیشترش، شما میاد علاوه بر اون اسم یه دونه لوگو هم بهش میدید که میشه همون بخش در واقع اکسترا کار.
این قسمت گیو دیسکانت برای بخش های در واقع دادن تخفیفات و چیزهای مختلفیه که خودتون اگر خواستید میتونید که فعال بکنید و ستینگ خودتون رو بچینید. بخش کانتنت رو ما داریم که اینجا باید یک دیسکریپشن کوتاهی رو بنویسید که آقا کار شما چیه. حالا میتونید فارسیش رو تایپ بکنید تو گوگل ترنسلیت بزنید انگلیسیشه و اینجا قرارش بدید بچه ها. این قسمت یه دونه بخش ریکوایرمنت هستش که بخش نیازهای شماست، یعنی شما برای اینکه بیزینس نیم بخواید برای فرد بنویسید نیاز دارید که بدونید شغلش چیه، چند ساله داره کار میکنه، سبک کارش چیه، مدرنه، کلاسیکه، و از اون طریق انتخاب بکنید که باز هم اینها رو این قسمت مینویسید. و بخش ریویو هم یک دیدار نهاییه که چک کنید ببینید مشکلی ندارید و این قسمت سابمیت رو بزنید و پستتون میره بچه‌ها. بعد از اینکه شما پستتون رو گذاشتید، اگر شما سفارشی داشته باشید، یعنی زمانی که به شما سفارش میدن، توی این قسمت زنگوله سمت راست اگر ببینید بخش آلرت برای شما میاد و اگر پیام به شما بدن توی قسمت این باکس میاد و از کل این دو قسمت میتونید که ارتباط داشته باشید با فروشنده خودتون. بعد از اینکه به شما در واقع پیام دادن و ارتباط گرفتن با شما، یک راه ارتباطی مثل تلگرام، واتساپ یا هر شبکه اجتماعی که خواستید رو بهشون میگید و اون حالا عکس ها رو از اون طریق، عکس یا اسم ها رو از اون طریق براشون میفرستید و قبل از این که اصلا شما بخواید کار رو تحویل بدید باید تسویه حسابش رو کرده باشه بچه ها. یعنی شما از وقتی که اون پروژه رو تحویل میگیرید پول رو به حساب شما واریز کردن، چون این قسمت بالانس برای شما میاد، همون لحظه 5 دلار برای شما میاد، اما برای اینکه قابل برداشت بشه شما نیازه که پروژه رو تحویل بدید و اون کاستومر تایید بکنه که پروژه رو شما تحویل دارید تا شما بتونید این 5 دلار رو برداشت بزنید. حالا نحوه برداشتش چطوریه؟ شما روی این گزینه میایید، بخش ستینگ رو کلیک میکنید بچه‌ها، از بخش ستینگ برای شما قسمت پیمنت متد اجازه بدید الان میاد. خب بخش دوم بخش پیمنت متد هست، شما از این قسمت کلی دیجیتال ولت های مختلف، کاستوم پیمنت، کریپتوکارنسی، کریدیت کارت و بانک ترانسفر قسمت هایی هستن که ازشون میتونید استفاده بکنید برای واریز و برداشت پولتون، که خب دیجیتال ولت هاتون رو اد میکنید. اگر هم اختصاصاً تراست ولت رو خواستید توی کاستوم پیمنت باید وارد بکنید که کانکت وید کاستوم پیمنت رو میزنید، این قسمت پیمنت متد رو تراست ولت وارد میکنید و توی اینتراکشن این قسمت میاد توضیح میدید که آقا لطفاً پول رو به این ولت واریز بکن و آدرس ولتتون رو قرار میدید بچه‌ها. به همین سادگی شما میتونید که خیلی ساده هر 10 تا اسم رو در واقع 5 دلار بفروشید و از این طریق بدون داشتن مهارت و تجربه پول در بیارید. اما موضوعی که هست اینه که یه مقدار طول میکشه، چون بالاخره کار پردرآمدی هستش و بخش فریلنسرینگ چنله، یعنی از این قسمت شما یک شغل واقعا آنلاین دارید، نه نیاز به سرمایه بذارید، نه سرمایه گذاریه، نه سایت فاسدیه و فقط یک شغل از راه دور و دورکاری هستش که واقعا هم درآمد خوبی داره. پس یه مقدار صبرتون رو بیشتر بکنید تا به درآمد بتونید برسید بچه ها. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو همراه من تماشا کردید. اگه از ویدیو امروز خوشتون اومد یادتون نره حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید و جوین چنل تلگرام هم بشید، چون قرعه کشیمون شروع شده بچه ها، حتما جوین داشته باشید که شاید برنده اون 2 میلیون تومان شما باشید. دمتون حساب گرم، تا ویدیو بعدی کلی عمر خودتون باشید، سرکون پول رو باشید و فعلا خدا نگهدار.